پانزدهمین روز خرداد ماه برابر با 5 ژوئن، روز جهانی محیط زیست. با توجه به نوع زندگی امروزه بشر که باعث می شود تا آلاینده ها هر روز بیش از پیش محیط زیست را تهدید کنند، به اراده جمعی نیاز بود تا شاید بخشی از خسارات وارده جبران شود. به همین منظور در سال 1972 میلادی برای نخستین بار کنفرانس بین المللی محیط زیست با شرکت نمایندگان 113 کشور و با شعار تنها یک زمین وجود دارد در استکهلم پایتخت سوئد برگزار شد و باعث شد تا در سازمان ملل متحد این روز به نام روز جهانی محیط زیست خوانده شود و بهانه‌ای باشد برای جلوگیری از روند روزافزون آلودگی محیط زیست که می‌تواند در آینده مشکلاتی جدی برای نوع بشر ایجاد کند. سال 1102 خورشیدی برابر با 1723 میلادی، زادروز آدام اسمیت، اقتصاددان و نظریه پرداز معروف انگلیسی که فلسفه‌اش حکم فرمایی، انصاف و مهربانی در جامعه بود و همدردی را اساس همه عواطف اخلاقی معرفی می نمود. کتاب تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل اسمیت سرچشمه اصلی علم اقتصاد سیاسی به شمار می آید و مضمون اصلی این کتاب عبارت است از اینکه پیشرفت هر ملت با وجود آزادی ابتکار شخصی در چارچوب قوانین بهتر تضمین می شود. در حقیقت وی در این تلاش بود که به اقتصاد جنبه عملی بدهد. آدام اسمیت سرانجام در 67 سالگی در ادینبرو اسکاتلند درگذشت. سال 1162 خورشیدی برابر با 1783 میلادی، برای نخستین بار انسان توانست به وسیله بالون پرواز کند. در این پرواز که به وسیله یک بالون هوای گرم که توسط برادران مونتگولفیر ابداع شده بود و توسط فرانسیس پیلاتر و فرانسیس دی آرلنز در آسمان پاریس انجام شد، توانستند مسافت 5 مایل را تا ارتفاع 26 متری و در حالی که به وسیله تناب به زمین مهار شده بودند طی کنند. گرمای مورد نیاز برای به پرواز در آمدن این بالون از سوختن چوب به دست می آمد. بالون یاد شده غیر قابل کنترل بود و جهت حرکت آن را جهت باد تعیین می نمود. سال 1346 خورشیدی برابر با 1967 میلادی، سومین جنگ اعراب و اسرائیل که به جنگ 6 روزه معروف شد، با حمله غافلگیرانه اسرائیل به فرودگاه‌ها و تأسیسات نظامی مصر و سوریه و اردن آغاز شد. هرچند جنگ‌های غافلگیر کننده معمولاً در نخستین ساعات بامداد و در تاریکی شب آغاز می‌شود، ولی اسرائیلی‌ها حملات هوایی خود را در حدود ساعت 8:30 صبح که هوا کاملاً روشن بود آغاز کردند. انتخاب این ساعت برای حمله خود یک عامل غافلگیر کننده بود، زیرا مصری‌ها و متحدین آنها انتظار آغاز حمله ای را از طرف آنها نداشتند. هدف دولت اسرائیلی از این حمله انهدام نیروی هوایی 3 کشور عربی قبل از آغاز عملیات زمینی آنان علیه این کشور بود.